همزمان با نگرانی ها از افزایش فقر و گرسنگی در کشور، آمار کودکان مصاب به سوی تغذیه در بلخ نیز بلند رفته است. عبدالرؤوف فروغ، مسئول بخش اطفال بیمارستان ابو علی سینای بلخی، از افزایش آمار کودکان سوی تغذیه خبر می دهد و می گوید هم اکنون بیش از 70 کودک با اختلالات حاد سوی تغذیه بستری هستند. عدم تغذیه درست کودک و مادر، پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها و عدم رعایت حفظ الصحه محیطی از عوامل افزایش کودکان مبتلا به این بیماری بیان می شود. مجزای سوی تغذیه ما هم در جریان امسال افزایش زیاد پیدا کرده. نظر به سال قبل 50% حتی 60% مجزای سوی تغذیه ما زیاد شده و دلیلی که اوقات سوی تغذیه حاد شدید اضافه شده، یکی هم عدم استفاده خود شیر مادر است که اکتداد مادرها طفلای خود شیر نمیتن، از شیر فرمولا استفاده میکنن که طرز تهیه شیر پودریشان یعنی تخنیک تغذیه طفل غلط است. و دیگه علت که وقت سوی تغذیه اضافه شده خود پایین بودن اقتصاد خانواده است. شماره از مادرانی که کودکانشان مبتلا به این بیماری هستند، روایت سوی تغذیه شدن کودکشان را این گونه حکایت میکنند. این دو ساله بچه بوده میگشت میدان ها تمام جایی میگشت، هیچ قصه هیچ چیز نبود. یک دیگه یک معرش دو یک ماده میمنه تعدیه کردن به دکتر میمنه، هیچ فایده نکرد. از اینجا آدرس دادن گفتن به دکتر پیمان ببر پشیدو اینجا بیاردن دوا داد سرزه دوا. پس ما رفتیم میمنه و از از پس میدیم به پشوش همین دوا مقصد نفت داده ولی همیزی از این اتقال داد گفتن در شفاخانه مرکی ببیارن همجا بستر کنیم که اسی تغذیه شده. بازار شما مرد من می یک وقت دوای سعی بگیم که ما به آدم غریب هستیم که یک وقت داشتیم یک وقت نداریم ما کجا کنیم که ما رفت خرد ما مجبور نشیم چی میکنیم هم رفته که دوا خانه خرد بیم بشیم یا دکتر چی برده شخصی برده نگاه نکنیم. نگرانی ها از افزایش کودکان مصاب به سوی تغذیه تنها در بلخ خلاصه نمی شود. بر اساس آمارهای رسمی وزارت صحت کشور، هم اکنون 3,800,000 کودک به این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.